دوستان سلام، با یکی دیگه از ویدیوهای مجتمع پول در خدمت شما هستیم و این بار قراره که آموزش کامل تست و بررسی میکروفون دیجیتال رو روی بورد A520 بهتون آموزش بدیم به همراه ABAB و مراحلی که باید در ABAB میکروفون انجام بشه رو به شما عزیزان بگیم. ببینید، به صورت کلی ما روی مین بورد هامون دو نوع میکروفون داریم که نسل اول میکروفون هامون خازنی بودن که دیگه حذف شده و نسل جدید میکروفون هایی که تو گوشی های اندروید و آیفون قرار میگیرن نوع دیجیتال. اما دیجیتال ها همه با هم متفاوتن، پایه های اتصالشون فرق میکنه، ابعادش از نظر حتی ظاهری هم متفاوته، پس زمان خرید حتما میکروفونی که تهیه میکنید ظاهری با میکروفون دیگری و از جمله پایه های اتصالش باش یکی باشه تا قطبیت هم تغییری نکن. اما این دستگاه مشکلی میکروفون پیدا کرده و میکروفون اصلی که کنار کانکتور شارژ معمولا قرار میگیره آسیب دیده. حالا ما با هم میخوایم ABABش رو انجام بدیم و یه سری از موضوعات رو با هم تست کنیم. زمانی که میکروفونتون رو تعویض کردید و نتیجه ای نگرفتید، اول از همه توی تعویض میزان دما و بادی که دارید به میکروفون میدید و ترفند نصبتون خیلی شرطه. ولی وقتی جوابی نگرفتید و باز میکروفون جدید هم متصل کردید، صدایی نداشتید، حتی ممکنه بعضی از تعمیرکارامون به 2 یا 3 عدد میکروفون مصرفی برسن و نتیجه ای نگیره، چی رو باید ادامه کار بررسی کنیم و ادامه کار باید آیا پایه های اتصال بررسی بشن یا نه؟ خب من اینو توی آموزش خیلی کوتاه بهتون میگم. اول از همه باید میکروفونتون رو خارج کنید. اگه میکروفونتون سالمه میخواین برش دارین، دمایی که و قدرت بادی که دارین بهش میدین رو یه مقدار کمتر کنید. ولی اگه میکروفونتون از بین رفته دیگه مهم نیست. میکروفون رو تو درجه اول خارج میکنم، میریم سراغ تست کردن پایه ها. اول میکروفون رو خارج میکنیم. همینطور که میبینید بعد از خارج کردن میکروفون، ما زمانی که میکروفون رو خارج میکنیم، میکروفونی که گفتیم ممکنه تعویض کرده باشید و جوابی نگرفته باشید، میریم سر وقت چک کردن و بررسی کردن پایه ها. یکی از نکات مهمی که شما باید حتما بهش دقت کنید اینه که میکروفونی که دارید نصب میکنید حتما یه مقدار غل هم به پایه های اتصال زیر میکروفونتون اضافه کنید. فقط با هویه زیاد به میکروفون دما ندید، ببینید غلندودش کنید، هم یه مقدار غل به پایه های اتصال میکروفونتون وارد کنید. این کار خیلی جوابه و بعضی وقتا اتصال که انجام نمیشه دلیلش اون مقدار غلیه که بسیار کمه. این نکته اول. نکته دوم، اگر بعد از غل اضافه کردن روی پایه نتیجه ای نگرفتید، پایهاتون رو با استفاده از مولتی مت بررسی کنید. بررسی کردن پایه به چه صورته؟ میتونید اول پایه منفی و مثبت رو پیدا کنید و روی پایه مثبت میزان امپدانس یا همون اهمتون رو داشته باشید و متوجه سلامت پایه و پایه مثبتتون باشید و پایه منفی هم که کافیه که اتصال به بدنش رو داشته باشه و منفی کاملا مشخصه. ببینید این نقطه‌ای که گرده و غل ریخته این نقطه منفیه که می‌بینید اتصال به بدنه رو داره و منفی ما وصله و میمونه پایه‌ای که مقاومته، یعنی دیتا، و پایه‌ای که مثبته. حالا هر دو پایه قابل تستن، شما می‌تونید هر دو پایه رو تست کنید. پراب مثبت رو روی بدنه قرار میدید و پراب منفی رو روی پایه و همینطور که می‌بینید در مولتی مت ما می‌تونیم اهم هم داشته باشیم. توجه کنید زمانی که من روی پایه قرار میدم میتونید میزان اهم رو روی میکروفون داشته باشیم و همچنین این اهمی که دارید میبینید نمایانگر سلامت اون وایا هستش. حالا اگر پایه ما اهمش هم داده باشه، پس یعنی پایه ما سالمه و اتصال داره، ولی میتونید مسیرش رو چک کنید و برای چک کردن مسیر ما نیاز به چه چیزی داریم؟ برای چک کردن مسیر دوستان ما نیاز داریم به نقشه. بعد وارد نقشه بشیم بخوایم مسیر میکروفون رو چک کنیم. ولی من پیشنهادم بهتون اینه که میتونید از این ترفند استفاده کنید که قطعاتی که به میکروفونتون نزدیکه رو خودتون تست کنید که ببینید آیا میتونید مسیر رو به صورت رندوم پیدا کنید یا نه. خب اگر صدای بوق داشته باشیم از پایه مثبت به اون قطعاتی که نزدیکن 100% یعنی مسیرمون سالمه. خب من الان قطعاتی که اینجا دارم میبینم امتحان میکنم که ببینم صدای بوقی دریافت میشه یا خیر. ببینید
این پایه‌ای که دارید می‌بینید، البته می‌تونید از سلوشن هم تو این مرحله استفاده کنید، ولی ببینید بدون سلوشن، بدون نقشه، من این پایه‌ای که دارید می‌بینید توی تصویر مشخصه نشون میده که این وایا و مسیر تا اینجا کاملا سالمه. میتونید پایه مربوط به دیتاتون هم به همین صورت تست کنید، چک کنید که ببینید کدوم پایه بهش راه میده. خب ببینید پایه مربوط به دیتا هم به این خازنی که اینجا وجود داره، ببینید بوغش رو میزنه، یعنی مسیر تا اینجا باز سالمه و میبینیم که تا اینجا ما میتونیم ببینید تا این خازن که اینجا وجود داره مسیر ما سالمه. دقت کنید. خب پس نتیجه‌ای که گرفتیم، ما میتونیم مسیر و وایای مربوط به میکروفونمون تست کنیم و حتی بدون نقشه، بدون سلوشن. فقط کافیه که با چرخش پراپا روی قطعات نزدیک به اون پایه بتونید اون مسیر رو پیدا کنید و تست کنید. خب تا اینجا احتمالاً بس ایراد از مسیر نبوده که میکروفون ما قطعه و میتونید ادامه کارتون رو برید روی آی سی آدیو کودک و آی سی صوتتون و ادامه مرحله رو روی آی سی صوت انجام بدید. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید و اگه دوست دارید ای بی آی بسیار بیشتری رو براتون تولید کنیم، حتما زیر همین پست برامون کامنت بذارید. مرسی.